وقتی بحث انقلاب و تغییر حکومت به میون میاد یکی از سوالای مهم اینه که یه دیکتاتوری یا حکومت مستبد با چه ابزار و تاکتیک هایی سعی میکنه از وقوع انقلاب و فروپاشی خودش جلوگیری کنه این سال نه فقط مختص ایرانه و نه مال این روزها یعنی روزهای سالگرد قتل محسا امینی اما سالگرد خیزش انقلابی مردم بهانه خوبیه تا ببینیم چطور جمهوری اسلامی تلاش کرده در تمام این سالها با سازماندهی و بسیج نیرو از فروپاشی جلوگیری کنه یا اونو به تعویق بندازه شاید اولین چیزی که به ذهن همه بیاد همون سرکوب یا خشونت باشه همه ما با سرکوب جمهوری اسلامی و شیوای مختلفش آشناییم اما اون چیزی که کمتر راجبش صحبت میشه مهندسی سیاسی و بسیج نیرو برای ماندگاری نظامه مهندسی سیاسی یعنی همون کنترل فضای سیاسی و یا مدیریت روند انتخابات با کارهایی مثل رد صلاحیت، آوردن کاندیداهای پوششی، خرید رأی و دستکاری آرا. اما ابزار مهمتر و موثرتر جمهوری اسلامی برای موندنش ایجاد پایگاه اجتماعیه. حتما کلمه مثل دست نشانده یا موضدور رو زیاد چنیدید. دقیقا همین کلمات که در مطالعات دانشگاهی یا تحلیل سیاسی یک پدیده مهم رو درباره حکومتی مثل جمهوری اسلامی توصیف میکنه. یعنی نیروهایی که در قبال دریافت پاداش و یا سهمی از منابع عمومی به نفع مقامها یا رهبران نظام عمل میکنن. این نیروها جبهه وفاداران حکومت رو تشکیل میدن. توی حکومت اقتدارگرایی مثل جمهوری اسلامی دستگاه عریض و طویل دولت، منابع عمومی و حتی طبیعی همه در اختیار رهبر و حکومته و برای جذب طرفدار و پایگاه اجتماعی ازشون خرج میکنه. چطور؟ با دو روش. یکی استخدام نیروی انسانی در دستگاه اداری و نظامی دولت و دوم توضیح پول و امتیاز بین این نیروها. تحقیقاتی که همکارم امیرادی انواری در ایران اینترنشنال انجام داده نشون میده که در مجموع جمهوری اسلامی چیزی حدود 8 میلیون حقوق بگیر داره یعنی چی؟ یعنی چیزی حدود 10 درصد جامعه ایران از لحاظ مالی و معیشتی وابسته به حکومت هم. اگر نظام رو شبیه یه توپ فرض بکنیم این 8 میلیون حقوق بگیر با لایه ها و کارگرد... کارکردهای مختلف حلقه محافظت از هسته نظام هستند. حدود سه میلیون نفرشون کارمنده رسمی مجلس، دولت، قوه قضایی، نیروهای مسلح و صدها نهاد و تشکیلات زیر مجموعه خامنه ای هستند. حدود دو میلیون هزار نف... نفر هم از طریق استخدام توی شرکت های شبه دولتی، بانک ها، و دانشگاه آزاد ارتزاق میکنند. یه جمعیت دو میلیون نفری هم ماهانه از کمیته امداد مستمری میگیرند. توی ساختار بزرگ اداری و دولت با میلیون ها نفر نونخور و کارمنده وابسته حکومت چه بخشهایی از زندگی مردم رو میتونه کنترل بکنه با کمک تکنولوژی جدید ادارات روی ثبت احوال، پرداخت حقوق، معاملات و تردد و حمل و نقل شهروندان، تماس‌های مردم، دارایی و اموال اونا و همه های اجتماعی و جمعی شهروندان کنترل میکنه. چند میلیون کارمند روزانه مشغول کنترل و نظارت بر زندگی جامعه هستند جایی که دولت این روزا میگه حتی با طرح پرداخت کارتی در نونواییها ها تعداد نونی که مردم میخرن رو یا حتی سبک زندگی فرهنگیشون رو زیر نظر داره خب پول و حقوق ماهانه و به صورت خلاصه گذران زندگی این هشت میلیون نفر دست حکومته اینها مرتب از امتیازات و پاداشی مثل بن خرید کالا و امکانات رفاهی استفاده می کنند مثل بست معیشتی، روغن، حبوبات، برنج و یا امتیازات بزرگتری که در کار مجوز تأسیس پروژه گردشگری، ساخت کافی شاپ، مجوز واردات خودروهای لوکس برای خودیها، حذف مالیات یا عوارض یا اینکه اعطای زمین یا هدیه دادن اون با قیمت پایین خب این امتیازا میتونه هر شهروندی رو برای دفاع از حکومت تطمیع بکنه البته وقتی از نیروی نظامی و سرکوب صحبت میکنیم باید توجه کنیم که این نیروها نیاز به دستور و حمایت دائم ایدئولوژیک و سیاسی هم دارن تا در دوره های شلوغی و ناآرامی بتونن سرکوب رو پیش ببرن یک ویدیو ببینیم از اشتری فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران که در جریان اعتراضات خیزش محسا داره به نیروهاش روحیه میده این چند روز هم بچه خیلی خوب عمل کرد محکم هم یک ذره شک نکنید به مسیره یک ذره خدا شاهده ما مسیری که داریم میریم مسیری که شهده همون رفتن ما توی جبهه دیگه بودن ما توی جبهه. جالب جالبه بدونید در ایران در ازای هر 140 شهروند عادی حداقل یک نیروی مسلح وجود داره و به ازای هر 2800 نفر یک نیروی امنیتی این یعنی تعداد پرسنل نظامی و امنیتی در ایران به عنوان بخشی از نیروی کار, حکومت از میزان شاخص جهانی که 8 دهم درصد بالاتره و به حدود 2 دو دهم درصد میرسه یعنی تعداد بیش از حدی از نیروی اطلاعاتی نظامی و انتظامی آمادن که اگر مردم معترض به خیابون بیان سینه سپر کنن و با گلوله و باتوم جلوشون بیستن این, این حجم از نیروها در روزهای عادی هم بیکار نیستن زمانی که شما مشغول هر فعالیت سیاسی و مدنی یا اعتراض یا فعالیت اجتماعی هستید این نیروها در بخش قضایی پرونده سازی می کنند در زندان شکنجه می کنند در میون مخالفان اختلاف افکنی می کنند در انتخابات نقش مخالف و منتقد نظام رو بازی می کنند تحرکات شهروندان و گروه های منتقد رو به حکومت گزارش می و در مواقع بحرانی تبلیغات و پروپاگاندای حکومتی رو پیش می برن. نهایتا همین نیروها و نونخورها سعی میکنند جنبشی مثل خیزش محصا رو که ممکنه به انقلاب و براندازی ختم بشه توی مسیرش سنگ کنند و برای نظام وقت بخرن.